روز دوشنبه هفته شهریور 1401 در اقدامی بی سابقه آیت الله العظمی سید کاظم حائری از مراجع تقلید شیعیان عراق از مرجعیت کناره‌گیری کرد. به دنبال آن مقتدی صدر از رهبران سیاسی کشور عراق برای هفتمین بار در 10 سال گذشته اعلام کرد به طور کامل و برای همیشه از همه فعالیت‌های سیاسی کناره‌گیری می‌کند. در پی این اقدام آتش اعتراضاتی که 1 ماه قبل آغاز شده بود مجدداً شعله‌ور شد و اوضاعی بحرانی را رقم زد. بغداد پایتخت عراق و چند شهر دیگر وضعیت خوبی را پشت سر نمی‌گذارند. از چند ماه قبل اختلافات و کشمکش‌های سیاسی بین احزاب، جریان‌ها و طیف‌های مختلف سیاسی در عراق حرکت طبیعی تشکیل حکومت را با مشکل مواجه کرده بود. اتفاقات اخیر اما به یک بار همه چیز را عوض کرد و اوضاع داخلی این کشور را بحرانی و ناامن نمود. پس از اقدام بی سابقه آیت الله العظمی سید کاظم حائری از مراجع تقلید عراق در کناره‌گیری از مرجعیت و در پی آن اعتزال مقتدی صدر رهبر جریان صدر عراق از فعالیت سیاسی، حامیان مقتدی صدر از مساجد شعار حی علی الجهاد سر داده و به ساختمان‌های ریاست جمهوری و نخست وزیری و حتی منازل مقامات حکومتی عراق وارد شدند. آنها خواهان قطع شدن دست‌های خارجی از تشکیل و اداره حکومت عراق و نیز پایان یافتن سالها دزدی و اختلاس هستند. به دنبال این ناآرامی‌ها از ساعت 19 روز دوشنبه تا اطلاع ثانوی مقررات منع آمد و شد در کل عراق وضع گردید. سرایا السلام نیروهای شاخه نظامی وابسته به جریان صدر که پیشتر از طرف او دستور آماده باش داشتند وارد منطقه سبز بغداد که نهادهای حکومتی در آن مستقر هستند شدند و این امر باعث درگیری با سلاح‌های نیمه سنگین تا پاسی از دوشنبه شب شد. صبح سه‌شنبه نیز بغداد با صدای تبادل آتش و انفجار از خواب بیدار شد. درگیری بین نیروهای مسلح طرفدار احزاب مختلف عراقی تحت حمایت ایران، ارتش و سرایا السلام همچنان ادامه یافت. 10 نفر در این درگیری‌ها از طرف‌های مختلف و همچنین مردم عادی و نیروهای نظامی کشته شدند و صدها تن دیگر زخمی. از سوی دیگر و در میانه این ناآرامی‌ها عراق اعلام کرده پروازهای فرودگاه‌های بغداد و نجف اشرف بدون مشکل ادامه دارند. ایران اما از اتباع خود خواست به عراق سفر نکنند. مرزهای زمینی بین این دو کشور نیز از عصر روز دوشنبه مسدود اعلام شدند. فرودگاه بین المللی تهران از لغو پروازهای خروجی به مقصد بغداد خبر داد و مقامات ایرانی در حال برنامه‌ریزی برای خارج کردن اتباع خود از عراق هستند. زائرانی که برای شرکت در زیارت اربعین در شهرهای مقدس عراق حضور دارند و خوشبختانه خطری آنها را تهدید نمی‌کند. مشایع اربعین نیز از دیگر شهرهای عراق به سوی شهر مقدس کربلا ادامه دارد و حرمهای مطهر در این کشور گرچه خلوت‌تر از روزهای دیگر همچنان در امنیت کامل پذیرای زائرانی هستند که عمدتاً غیر عراقی می‌باشند. اما سفارت کشورهای مختلف در بغداد نسبت به تنش‌های اخیر ابراز نگرانی کردند و در همین راستا برخی کارمندان خود را از منطقه سبز بغداد خارج کردند و بسیاری از آنها از طرف‌های درگیر خواستند که آرامش خود را حفظ کرده و از راه‌های مسالمت آمیز مشکلات خود را حل کنند. برهم صالح رئیس جمهور عراق و مصطفی کازمی نخست وزیر این کشور و نیز نمایندگی سازمان ملل در عراق پایبندی به آرامش و خویشتن‌داری و جلوگیری از افزایش تنش‌ها را خواستار شدند. مقتدی صدر نیز که ورود و خروج‌های پیاپیش در صحنه سیاسی گرهی از کلاف سردرگم آن باز نکرده، این بار گفته تا توقف کامل خشونت و درگیری‌ها اعتصاب غذا نیز می‌کند. او ظهر روز سه‌شنبه در یک نشست خبری ضمن ابراز شرمساری و عذرخواهی از مردم عراق از نیروهای وابسته به خود خواست عقب نشینی کنند. حالا این گذر زمان است که روشن می‌کند دخالت کشورهای مختلف در عراق تا کجا ادامه پیدا خواهد کرد و روزهای آینده آبستن چه حوادثی هستند. سعید بهاری، اخبار شیعه.